همزمان با نزدیک شدن نشست استانبول، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان امروز به کابل آمد و با اشرف غنی و عبدالله عبدالله دیدار کرد. ارگ و شورای عالی مصالحه گفته در این دیدارها درباره روند صلح و آمادگی ها برای نشست استانبول بحث و گفتگو شده. در همین حال یک منبع گفته سازمان ملل، قطر و ترکیه اصول و آجندای نشست استانبول را تهیه کرده و آن را به جانب حکومت افغانستان و طالبان تحویل داده است. کمتر از یک هفته تا برگزاری نشست صلح استانبول، نشستی که برای صلح افغانستان مهم و حیاتی است و آمادگی ها برای برگزاری آن جریان دارد. زلمه خلیلزاد هم به کابل آمده و در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در مورد روند صلح و آمادگی ها برای نشست استانبول بحث و رایزنی کرده. بدین است که دکتر صف زلمی خلیلزاد د افغانستان لسول څخه او لسول وروسته سولیز افغانستان سره د امریکا په مرستو ټینګار وکړي او د هیله وښوده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د استانبول په ناسته کې له واحد طرح او واحد ټیم سره اشتراک وکړي. در همین حال یک منبع از هیئت مذاکره کننده حکومت گفته قطر، ترکیه و سازمان ملل اصول و آجندای نشست استانبول را تهیه کرده و سندی را در این مورد به حکومت افغانستان و طالبان ارائه کردند. به گفته این منبع در این سند بر تعهد طرفین به پایان جنگ، دستیابی به یک توافق صلح و ایجاد دولت همشمول تاکید شده. و اما پاکستان، از کشورهای مهم و تاثیرگذار در روند صلح افغانستان، با ابراز نگرانی از خروج غیر مسئولانه نیروهای خارجی گفته خروج عجولانه راه را برای فعالیت تخریب کنندگان باز خواهد کرد. خروج عجولانه و زود هنگام نظامیان خارجی از افغانستان به کسان فرصت خواهد داد که پروسه صلح افغانستان را تخریب کنند. اسلام آباد از بیرون شدن مسئولانه و منظم نیروهای خارجی حمایت می کند. با این حال آگاهان ما می گویند سیاست پاکستان هیچگاهی در برابر افغانستان صادقانه نبوده و اسلام آباد در روند صلح افغانستان به دنبال منافع خودش است. اینجا سلاست که پاکستان عملا به خاطر تامین منافع خود در امور داخلی افغانستان مداخلت دارد. پاکستان اگر می خواهد که با مردم افغانستان بسیار مهربان باشد و حسنیت داشته باشد و هم جواری و هم سایدری نیک خود را ثابت بسازد، لطفا پایگاه نظامی طالبان را در ملک خود اونا مسدود بسازد. پاکستان همیشه یک سیاست واضح و درست در برابر مردم افغانستان هیچ نداشت. شما شاهد چند در جنگی که بودین اما عاملش پاکستانی ها بوده، خدا کنه که اونا در حال آمده باشد. با این همه پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته بود خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در ماه می دشوار خواهد بود. برای بحث بیشتر این خبر گفتگوی داشتم با آقای فرهاد ابرار، آگاه مسائل سیاسی، و ابتدا از او پرسیدم که آیا واقعا پاکستان نگران خروج غیر مسئولانه نظامیان آمریکایی از افغانستان هست یا صرفا یک بازی جدید را در پیش گرفته؟ نظر که بحث سیاست خارجی کشورها مطرح میشه، توجه داشته باشیم منافع ملی کشورها تعیین کننده جهتی سیاست خارجی کشورها مطرح به عنوان جهتگیری به سیاست خارجی کشورها مطرح میشه، یعنی منافع ملی است که سیاست خارجی کشورها را ترسیم میکنه. وقتی پاکستانی ها بحث خروج آمریکایی ها را مطرح میکنن و از این ناحیه ابراز نگرانی میکنن، باور ما به این است که سه تا سناریو میتونه مطرح شه. پاکستانی ها بدون با این هستند تا یکی از این سناریوها بالاخره تطبیق شه و به چیزی که میخواهند دست پیدا کنن. سناریو نخست میتونه این باشه که برای تو کنونی طالبان بدون با از این هستند تا به نحو نشست استانبول حضور پیدا کنن و شما این را میتونین از تعاملات چند جانبی که طالبان با کشورهای منطقه بخصوص چین و ایران و در کنار از این روسیه ایجاد کردن شاهد باشین. بحث دوم دیگر که میتونه مطرح بشه
بحث خروج، بحث ماندن نیروهای ایالات متحده آمریکا و همین قسم رهایی اعضای باقی مانده گروه طالبان از زندانهای افغانستان است. طالبان و پاکستانی ها ممکن با همدیگر تعامل کرده باشند در این زمینه تا توافق کنند بر حضور ایالات متحده آمریکا برای یک مدت محدود بعد از ماه می، و در مقابل امتیازی از ایالات متحده آمریکا که رهایی زندانیانشان است بخواهند. مبحث سوم و سناریوی سوم که میتونه مطرح باشه خلای قدرت است. پاکستانی ها نگرانی دارند در حالت کنونی، در صورتی که اگر ایالات متحده آمریکا از افغانستان بیرون میشه ممکن است که کشورهای دیگر نفوذشان در افغانستان بیشتر کنند و این نفوذ بتونه جایگاه پاکستان و منافع پاکستان تهدید کنه. فرض مثال اگر روس‌ها در افغانستان و یا هم ایندی ها حضورشان در افغانستان و نفوذشان در افغانستان بیشتر شود، این میتونه به گونه خیلی واضح منافع پاکستان را تهدید کنه. پاکستانی ها دنبال از این نیستند تا با خروج نیروهای آمریکایی مطابق به توافقنامه ای که در دوحه به امضا رسید میان آمریکایی ها و طالبان از افغانستان. آقای ابرار، حالا این سوال پیش میاد که به پاکستان چه باید داد تا این کشور در مسئله جنگ و صلح افغانستان صادقانه گام برداره؟ شما وقتی بحث پاکستان را مطرح میکنین هیچگاه نمیتونین سیاست پاکستان یک جانبه بررسی کنین و بگوین که پاکستانی ها همه چیز مثل سیاست افغانستان سیاه و سفید میبینن. پاکستانی ها کوشش میکنن همواره با توجه به سیاست های دوگانه و دوپهلویی که دارن منافعشان در هر مقطعی از زمانی دنبال کنند. در شرایط کنونی یکی از این سناریو که میتونه با باور من خیلی زیاد معتمد باشه بحث آزادی زندانیان طالب و بند دولت افغانستان است. پاکستانی ها و طالبان با همدیگر در این زمینه به احتمال زیاد کار کردند تا حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تمدید شد و در بدلش امتیازی که از ایالات متحده آمریکا میگیرند رهایی زندانیانشان باشد. این میتونه به طالبان در حقیقت جایگاه خیلی مستحکم ببخشد، در صورتی که حتی اگر نشست استانبول به توافق نرسه طالبان از یک بخش نیرویی که از بند آزاد میشن برخوردار میشن و میتونن بر حکومت افغانستان و همین قسم ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی فشار وارد کنن تا به نحوی در قدرت افغانستان سهیم شون و از یک جایگاه مسلط برخوردار باشن. گفتگویی بود با آقای فرهاد ابرار، آگاه مسائل سیاسی.